مستطیل رو رسم بکنم به صورت موماس با این شیپ مشکی رنگ و بعد اون رو انتخاب میکنم و شیپ آوتلاین و نو آوتلاین میذارم و شیپ فیلش رو هم میتونم رنگ بک‌گراند بذارم تا مشخص نباشه. حالا نوبت انیمیشن دادن به آبجکت های صفحه است که من اول این مستطیل رو انتخاب میکنم و از قسمت انیمیشن گزینه فلای این رو انتخاب میکنم و بخش استارت رو روی ویت پریوست و دیوریشن رو روی 1 ثانیه تنظیم میکنم و تو قسمت افکت آپشن جهت رو از سمت چپ میذارم. و بعد انیمیشن پن رو باز میکنم و تو قسمت افکت آپشن مقدار اسموث اند رو به 1 ثانیه تغییر میدم و اوکی میکنم. و حالا متن رو انتخاب میکنم و همین انیمیشن فلای این رو به متن میدم منتها از سمت راست و مقدار استارت رو هم روی ویت پریوست تنظیم میکنم و دیوریشن رو روی 1 میذارم و تو قسمت افکت آپشن هم مقدار اسموث اند رو هم به 1 ثانیه تغییر میدم و اوکی میکنم. حالا مجدد متن رو انتخاب میکنم و از قسمت اد انیمیشن گزینه گروشرینک رو میذارم و بعد مقدار استارت رو روی ویت پریوست و مقدار دیوریشن رو هم روی 0.5 ثانیه تنظیم میکنم و 1 دیلی 1 ثانیه هم به انیمیشن میدم و بعد انیمیشن گروشینگ رو انتخاب میکنم و از قسمت افکت آپشن و قسمت سایز مقدار 90 رو وارد میکنم و مقدار اسموث اند رو هم به 0.5 ثانیه میرسونم و اوکی میکنم و بعد تو مرحله آخر هم از تب این زد و قسمت تکس باکس یه متن دیگه ای رو وارد کرده بودم که آدرس پیج اینستاگرامم بود و بعد تنظیمات مربوط به فونت و سایز رو هم برای این نوشته هم انجام داده بودم و بعد از قسمت اینسرت پیکچر آیکون اینستاگرام رو هم وارد کرده بودم و آیکون اینستاگرام و نوشتم رو انتخاب کرده بودم و با کنترل جی اونها رو گروه کرده بودم و بعد از قسمت انیمیشن گزینه فلای این رو هم برای این قسمت انتخاب کرده بودم منتها افکت آپشنش رو به سمت چپ تغییر داده بودم و گزینه رو هم روی ویت پریورس دیوریشن رو روی 1 ثانیه قرار داده بودم و مقدار دیلی رو هم روی 0 تنظیم کردم. به همین راحتی شما میتونید این افکت رو برای عنوان‌های اسلایدتون استفاده کنید یا اینکه میتونید حتی مثل من اسم خودتون رو به صورت موشن در بیارید و تو شبکه‌های اجتماعیتون ازش استفاده کنید. بریم ببینیم نتیجه کار به چه صورت در اومد. این هم از نتیجه کار. اگه این آموزش رو دوست داشتید میتونید برای دوستانتون هم ارسال کنید و حتما بهتون پیشنهاد میکنم که این کار رو انجام بدین و اگر سوالی هم داشتین تو کامنت ازم بپرسین. شاد و رنگی باشین.